سلام و درود خدمت همه شما عزیزان گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. بازم خوش آمدین با یک ویدیوی دیگر. اما قبل از اینکه در جزئیات ویدیو بپردازیم، از همه شما تقاضامند هستم که لطفاً ما را حمایت بکنین و کامنت بکنین، لایک بکنین و کسانی که سابسکرایب نکردن لطفاً کانال قلوت را سابسکرایب بکنین که تا ما بیشتر، خوبتر، اساسی‌تر کار کنیم با شما و بتونیم که معلومات بیشتر را تلاش کنیم که پیدا بکنیم و به خدمت شما بیشتر بگذاریم. دوستان عزیز، امروز خواستم که روی موضوع انواع فرمها و انواع ویزاهای بشردوستانه استرالیا بپردازیم که استرالیا ویزاهای خود را به کلاس‌های مختلفی تقسیم کردن و ما امروز در جزئیات کلاس‌ها رفتیم که هر کلاس مثلا کلاس 201 200، 203، 204، 842، اینا چی ویژگی ها را دارن و هر کدام اینها را چی کسا میتونه که درخواست بکنه. ما در جزئیات این ویدیو رفتیم. لطفاً این ویدیو را تا آخر نگاه کنین، دقیق نگاه کنین که هر بخش زیر ما بسیار دقیق صحبت کردیم، دقیق بیان کردیم با شما و با دیدن این ویدیو امیدوارم که مشکلات کلیتون حل شما و بتونین که این فرمه ها را درخواست بکنید. عزیزان گرامی، خواستم که عزیزان گرامی الان آمدیم سری اصل صفحه که اینجا Australian Government Department of Home Affairs هست، Immigration and Citizenship، مهاجرت و شهروندی. دوستان عزیز، خواستم که انواع ویزه هایی که استرالیا برای افغان ها ارائه میکنه، نه تنها برای افغان ها بلکه بر تمام مردم های دنیا، کسانی که جانشان در خطر هستن و میخواهی که برزنا امی این ویزه ها را به انوارای مختلف ارائه بکنن، خواستم که اینمی را بر شما تشریح بکنم. دوستان عزیز، ما و شما ویزه های 200 داریم، این سب کلاس 200 داریم، سب کلاس مثلا 201 داریم، 203 داریم، 204 داریم و انوای از اینا. بعد اینا را حق نمیشه گفته که چی ویژگی ها را باید تو داشته باشه که تا شامل این پروگرام شوید. میدین دوستان عزیز، ما اینا را ترجمه کردیم در بخش فارسی، در بخش ورد هم میایم اینجا که در اینجا چی گفتم. ویزای بشر دوستانه ویژه جهانی زیر کلاسی 202، امید قسمت 202 چی ویژگی ها داره و چی افراد میتونه که این ویزا را درخواست بکنه. ویزای بشر دوستانه ویژه جهانی یک ویزای دائمی است که به فرد اجازه می دهد به طور دائمی به استرالیا نقل مکان کند، در اینجا کار و تحصیل کند و اعضای خانواده خود را برای اقامت دائمی پیشنهاد کند. متقاضی این ویزا باید یک پیشنهاد دهنده داشته باشد که شهروند استرالیا یا مقیم استرالیا باشد. پیشنهاد دهنده مسئول ملاقات با دارنده ویزا در فرودگاه، حمایت از آنها در یافتن محل اقامت و دسترسی به خدمات اجتماعی است. دوستان عزیز، در ویزه بشر دوستانه ویزه جهانی یا کلاسی 202 که هست، برای کسانی هست که آنها یکی از کسانی که مثلا برای دو پیشنهاد میکنه استرالیایی باشد و یا کسی باشد که پاسپورت یا اسناد استرالیایی داشته باشد و در خود استرالیا اقامت داشته باشد و بعد امی کسی که امی درخواست میکنه مسئولی تمام برنامه های امی فردی که از افغانستان میخواه هست. مثلا باید خانه برش خودش پیدا کنه، مثلا جای برش خودش پیدا بکنه، مثلا کار برش خودش پیدا بکنه و همه موضوعات را این نفر با عهده داره. و بعد اما دیم ویزای پناهندگی زیر کلاسی 200، پناهندگانی که ویزای خشکی دریافت میکنن در ویزای زیر کلاسی 866 قرار میگیرن. کسانی که ویزای خارج از کشور دریافت میکنن در ویزای زیر کلاسی 200 قرار میگیرن. ویزای پناهندگی زیر کلاسی 200 برای افرادی در دست است که در خارج از کشور خود هستند و دلیل ترس مواجه از آزار و اذیت بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص که دولت نمیتواند یا نمیخواهد از آنها محافظت کند،
نمیتونن به کشور خود باز کردن. این نزا همچنین برای کسانی که به دلیل ارتباط با آژانس‌های استرالیایی یا نیروهای دفاعی در عراق یا افغانستان در مرز خطر آسیب جدید هستند در دست است. معمولاً زمانی اعطا می‌شود که فردی توسط کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده موظف شده باشد و برای اسکان مجدد به استرالیا ارجاع داده شود. دوستان عزیز، ویزای کلاسی 2 یا کلاسی 866 برای کسانی هست که اینها از کشور خود دور شدن. از کشور خود دور شدن، مثلا از افغانستان فرار کردن، در ایران و پاکستان و کشورهای دیگه هستن و اینها نمیتونه که به کشور بازگردن. به اساس بعد کلم مشکلات، مثلا به اساس مشکلات مثلا نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت مثلا در گروه های اجتماعی، مثلا سازمان های اجتماعی که دولت از او حمایت نمیکنه و یا دولت علیه از او هسته، و یا کسانی که مثلا در با گروه با نیروهای استرالیایی مثلا کار کردن در افغانستان، این افراد شامل این گروه میشن. ویزای بشردوستانه ویژه داخل کشور زیر کلاس 201، مثلا ویزای بشردوستانه ویژه داخل کشور برای کسانی که در کشور خود و خود و هنوز در آن کشور با آزار و اذیت مواجه هستند در دست است. دوستان عزیز، در یک قسمتی که ویزای زیر کلاس 201 برای کسانی هست که هنوزم در کشور خود حضور دارم، مثلا هنوزم در افغانستان حضور دارم و تا هنوزم مورد آزار و اذیت قرار میگیرم اما امکان فرار را ندارم، که شامل این بخش میشه و میتونه که درخواست بکنه. کسان در افغانستان هستین، لطفا ویزه بشردوستانه کلاسی زیر کلاسی 201 را شما درخواست بکنه. ویزه بشردوستانه ویژه جهانی زیر کلاس 202، ویزه بشردوستانه ویژه جهانی برای کسانی که خارج از کشور خود هستن و با تبعیض قابل توجهی روبرو هستن، که نقض فاحش حقوق بشر هست، در دست هست. یک فرد باید توسط یک شهروند استرالیایی مقیم دائم در شهر باشد یا شهروند نیوزلند برای امضا پیشنهاد می شود. دوستان عزیز، کلاس 202 برای کسانی هست که مثلا اونها با تبعیض قابل توجهی روبرو هستند، مثلا تبعیض نژادی هستند، تبعیض مثلا قومی هستند، حتی تبعیض مثلا جنسیتی و شخصیتی هستند، که اینها میتونن که در این ویزا درخواست بکنن. ویزای نجات اضطراری زیر کلاس 203، ویزای نجات اضطراری برای افرادی است که در کشور خود با تهدید فوری زندگی یا آزادی خود مواجه هستند و نیاز به رسیدگی فوری دارند. ممکن است این ویزا را زمانی که در داخل یا خارج از کشور خود باشد دریافت کنند. دوستان عزیز، کلاس 203 برای کسان هستند که در تهدید بسیار جدی و اضطراری قرار دارند و مثلا آزادیش مثلا در خطر هست، زندگیش در خطر هست، جانش در خطر هست و این ویزا را میتونه که درخواست بکنه، که احتمال داره که این ویزا در داخل افغانستان مثلا به دست بیاره و یا بیرون از افغانستان به دست بیاره، اما باید این را هر چه زودتر این را باید اقدام کنه. و ویزای زیر کلاس 204 زنان در مرز خطر، که خاص مربوط برای زنان هست، برای خانم ها هست. ویزای زنان در مرز خطر ویزایی برای زنانی است که در خارج از کشور خود بدون حمایت یکی از بستگان مرد هستند و به دلیل جنسیت خود با آزار و اذیت یا قربانی شدن شدید مواجه هستند. دوستان عزیز، در حوادث اخیر بسیار از خانم های ما متاسفانه که شوهرای خود عزیز دادن و باز هم مهاجر شدن در ایران و یا در پاکستان، اما در ایران و پاکستان در مرز خطر قرار دارن و در مرز خطر آزار، مثلا آزار جنسیت و خیلی مشکلات دیگه اینا مواجه هستن، پس اینا میتونن که ویزه 204 را اینا درخواست بکنن، که ویزه 204 شامل این خانم ها هستن. خواهرای گرامی، این موضوع را در نظر بگیرید. خب، مقررات خانواده تقسیم شده که خانواده مثلا نصفش در استرالیا هست و نصفش مثلا در افغانستان هست. شخصی که ویزای پناهندگی یا بشردوستانه دریافت کرده و مقیم دائم یا شهروند استرالیا شده است، ممکن است بتواند یکی از اعضای خانواده خود را که خارج از استرالیا هست برای ویزای پناهندگی یا بشردوستانه پیشنهاد دهد. بله.
کسایی که در داخل برزیل مثلا استرالیا هست، اونها میتونن که یک از اعضای خانواده خود را مثلا مکمل از خانواده خود را چی کنن؟ پیشنهاد بکنن. یک فرد واجد شرایط دریافت ویزای تحت مقررات تقسیم شده خانواده است. مثلا اگر پیشنهاد دهنده قبل از اعطای ویزای پیشنهادی با وزارت در مورد آنها گفتگو کنند داشته باشد، فرد یکی از اعضای خانواده نزدیک پیشنهاد دهنده باشد که فرد بعد نزدیکش باشد، بچه‌اش باشد، دخترش باشد، خانومش باشد، درخواست ظرف 5 سال از تاریخ اعطای ویزای پیشنهادی انجام می شود. یعنی دوستان عزیز، این ویزا مدت 5 سال طول می کشد که مدت درازی هست. پیشنهاد دهنده پس از 13 آگوست 2012 با قایق به عنوان یک از ورود به دریای هرمزگان وارد نشده باشد. و کسی که مثلا قبل از پس از یعنی بعد از 13 آگوست 2012 اگر مثلا از طریق غیر قانونی رفته، این افراد پیشنهاد کرده نمیتونه. حمایت از جامعه. برنامه حمایت از جامعه برنامه ای است که افرادی که به دنبال آمدن با استرالیا یا با ویزای پناهندگی یا بشر دوستانه هستند با سازمانهای پیشنهادی تایید شده، یعنی APOS مرتبط میکنن که سازمانهای استرالیا هستند برای کمک به افراد نیازمند منصوب شده کار میکنن. یک شخص در صورت میتوانن برای برنامه حمایت جامعه درخواست دهد که برای APO کار کند. سپس APO فرایند درخواست ویزا را مدیریت می کند و در طول فرایند درخواست به متقاضی مشوره و یا پشتیبانی ارائه می دهد. دوستان عزیز، کسانی که مثلا می خواهید این ویزا اشتراک بکنند، یعنی با این نهاد یک مقدار باید که در تماس باشم. نهاد چی؟ نهاد APO. ملاحظه دیگر یا ملاحظات دیگر. علاوه بر رعایت معیارهای زیر کلاس ویزا که برای آن درخواست می شود، وزیر باید از موارد زیر ملاحظات دیگر بر علاوه بر رعایت معیارهای زیر کلاس ویزا که برای آن درخواست می شود، باید موارد زیر را در نظر بگیرد. یک، دلایل قانع کننده برای توجه به ویژه درخواست وجود دارد. اسکان دائمی متقاضی در استرالیا با اولویت‌های منطقه‌ای و جهانی کشورهای مشترک المنافع برای اسکان مجدد بشر دوستانه مطابقت دارد. تصفیه حساب مسیر مناسب است و خلاف منافع استرالیا نیست. متقاضی معیارهای سلامتی و شخصیتی را دارد. دارد یا داشته باشد. یعنی ای برمیگرده به ای که فرد در کدام کشور موقعیت داره، در کجا زندگی میکنه و کشورش در خطر هست یا نیست، و از لحاظ شخصیتی هم شخصیتی و از لحاظ سلامتی هم آدمی خوبی هست و برخوردار هست. درخواست ویزای پناهندگی و یا بشر دوستانه فراسهلی. برای درخواست ویزای پناهندگی یا بشر دوستانه فرامرزی فرد باید فرم 842 درخواست اسکان مجدد در خارج از کشور را تکمیل کند. پیشنهاد دهنده باید فرم 681 را پیشنهاد پناهندگی و بشر دوستانه ویژه را تکمیل کند. هیچ هزینه ای برای ساخت این برنامه وجود ندارد. دوستان عزیز، ویزه درخواست ویزه پناهندگی یا بشر دوستانه فراساحلی باید در یک قسمت فرم 842 را پر بکنید و فرم 681 را پر بکنید که فرم به طور رایگان هست. فرم که پر میکنید مثلا فرم باید ایمیل شود یا که پست شود. درخواست ممکن است به صورت آنلاین ارسال شود یا به آدرس زیر ارسال شود. یا میتونید مثلا به صورت آنلاین مثلا ایده روان کنید یا مثلا به شکل صندوق روان کنید. مرکز ویژه پردازش بشر دوستانه وزارت امور داخله است. یکی صندوق مثلا جی پی او 99-84 هست سیدنی که مرکزش هست. خب ان اس دبلیو 2001 هست. خب دوستان عزیز، ما
فارسی آن را خواندیم و آمدیم در بخش انگلیسی که انگلیسی هم مکمل همین تک موضوع هست که ما در اونجا بیان کردیم 200, 201, 203, 204 هست. این فرما را ما به شما بیان کردم. اما یک نقطه بسیار اساسی دوستازی چی است که گفته your proposer will need to complete a form 641 refugee and special humanitarian proposal. که دوستان از گفته باید که زمان که بیزار درخواست میکنین باید فرم 641 ره که برنامه خاصی بزهی بشه دوستانه هست که باید پر بکنین که او با حجم 282 کبی پی دی اف شوه. و بعد گفته که you to submit along with your own. یعنی بعد شما سبمیت بکنید مثلا 842 فرمی 842 را for offshoring humanitarian visa که 828 کبی پی دی اف چی شوه؟ اینمی ذخیره شوه. شما میدونید که you have to process applicants under spelled family for the same visa surplus in خب proposer holds. کسانی که مثلا اینمی موضوعات را در نظر گرفته ما برنامه از نورا اینی چی میکنیم؟ میتونیم که پروسس کنیم.